ای مأمن زیبای من، ای وطن ای مسکن بابای من، ای وطن ای مسکن بابای من. در آغاز نگاهی داریم به سرخط خبرهای امشب. امضای قرارداد فاز دوم قطعه چهارم خط آهن خواف هرات. چه افغانستان د سیمه لپاره ډیر مهمه ده، افغانستان د سیمه د وصل کېدو لپاره، توصیل لپاره ډیره مهمه نقطه ده، پر دې باندې موږ او تاسو باید په ګډه باندې کار وکړو. تلاش های معاونیت اداری ریاست البازرا بر گسترش همکاری ها با سازمان صحی جهان. روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې فلور پروتو سیمو کې د کلینیکونو د جوړولو او دغه راز د مجهزو لابراتوارونو د جوړولو ترڅنګ د سرطان د ناروغۍ لپاره یو ستر او مجهز روغتون جوړ کړی. برگزاری لیگ بیستاوری کرکت تحت نام قشتیپه در قندهار. د ملي لوبډلې پاتې ټول لوبغاړي چې په افغانستان کې دي، هغه به ټول په دغه سیالۍ کې لوبیږي او د کورني کرکټ لوبغاړو سره به د خپل تجارب شریکوي. و حمله های هوایی اسرائیل به گروه حزب الله در جنوب لبنان. با نام خدا، با شب شما بخیر. به خبرش با من اشرف سلیمان خیل خوش آمدید. امروز پنجشنبه نهم حمل سال 1403 هجری شمسی، 18 رمضان المبارک 1445 هجری قمری که برابر می شود با 28 مارچ 2024 میلادی. با حضور ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزرا قرارداد ساخت قطعه دوم بخش چهارم خط آهن خواف هرات میان اداره راه آهن افغانستان و گاما گروپ به امضا رسید. این بخش 47 کیلومتر طول دارد که مجموع هزینه آن به 53 میلیون دلار میرسد. ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون ریاست الوزرا قرارداد ساخت قطعه دوم بخش چهارم خط آهن خواف هرات میان اداره راه آهن افغانستان و گاما گروپ به امضا رسید. این بخش 47 کیلومتر طول دارد که مجموع هزینه آن به 53 میلیون دلار می رسد. قرار است که این کار این پروژه در مدت دو سال تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. در کمر په افغانستان کې حلقوي سړک وایو، دا د نړۍ یو حلقوي پروژه ده چې دغه ټول هیوادونه همدغه سیمې ته اوس متوجه دي. نن چې موږ د روسیې د هیواد له لوري چې کوم استازي راغلي دي، له هغو سره څو مجلسونه موږ وکړو، هغو هم ډېر تمرکز او ډېر فوکس یې پر همدې ټکي باندې و چې افغانستان د سیمې لپاره ډېر مهمه ده، افغانستان د سیمې د وصل کېدو لپاره، توصیل لپاره ډېره مهمه نقطه ده، او پر دې باندې موږ او تاسو باید په ګډه باندې کار وکړو، دا فرصتونه ضایع نه کړو. این آخرین قسمت پروژه راه آهن خواف هرات است که از رباط پریان شروع و به میدان هوایی بین‌المللی و شهرک صنعتی هرات میرسد. با تکمیل این بخش پروژه اتصال منطقی خواف هرات، افغانستان به بنادر مهم دریایی ایران و ترکیه از طریق شبکه راه آهن به اروپا منتهی خواهد شد. درگی برادر، درگی دوستان، ضرور خوشحالم چې افغانستان ته راغلم او موږ دلته ډېر اقتصادي پلانونه لرو چې د دوی په روسیه کې زموږ نماینده هلته ده، یو ځای دا کارونه کوو چې او افغانستان لپاره خصوصا په د ریل پټلۍ په هکله نور پلانونه لرو چې انشاءالله په مشترکه ډول به دلته مخته ورسیږي. علاوه بر این، با عبور از خاک افغانستان زمینه افزایش سطح مبادلات تجاری بین آسیای مرکزی و جنوبی را نیز فراهم میکند. با ساخت این پروژه امکان گسترش شبکه ریلی در ولایت فرا، نمروز، هلمند و قندهار فراهم می شود. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرا با رئیس سازمان جهانی صحت از طریق ویدیویی گفتگو کرد. ارگ در خبرنامه گفته که معاون اداری ریاست الوزرا در این گفتگو از رئیس سازمان صحی جهان خواستار همکاری در بخش صحت و ایجاد مرکز تداوی برای بیماران سرطانی در افغانستان شده است. معاون اداری ریاست الوزرا همچنان گفته است که پس از حکومت امارات اسلامی پولیو در افغانستان پاکسازی شده است. جاهد حکیمی جزئیات می‌دهد. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرا در یک کنفرانس آنلاین با رئیس سازمان صحی جهان درباره مسائل گوناگون از جمله بیماری پولیو و همکاری صحی این نهاد با افغانستان گفتگو کرد. در ریاست الوزرا اداری مرستیال در روغتیا نړیوال سازمان څخه مننه وکړه سید
افغانستان د روغتیا په برخه کې ډېرې همکاري کړې دي. دغه راز یې وویل چې روغتیا نړیوال سازمان دی په افغانستان کې په لرې پرتو سیمو کې د کلینیکونو د جوړولو او دغه راز د مجهزو لابراتوارونو د جوړولو تر څنګ د سرطان د ناروغۍ لپاره یو ستر او مجهز روغتون جوړ کړی تر څو د افغانانو په دې برخه کې زیاتې ستونزې ورسره حل سي. معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید در این گفتگو رئیس منطقوی سازمان جهانی صحت از همکاری در بخش‌های مختلف از جمله تقویت لابراتوارهای تشخیصی بیماری پولیو و فراهمسازی زمینه آموزش برای دکتران افغان اطمینان داده است. در روغتیایی خدمتونو د دوام ترڅنګ ول سدی په افغانستان کې د پولیو د ناروغي د تشخیص مجهز لابراتوارونه جوړوي او روغتیایی مرکزونه ته به لا پراختیا ورکوي او دغه راز یې د روغتیا سکتور د متخصصینو لپاره د پیلوشپ د زمینی مساعده کولو ډاډ هم ورکړ. از سوی هم متخصصان صحی همکاری سازمان صحی جهان با افغانستان را در بخش صحت در شرایط فعلی مهم میدانند. دام روغتیا محترم وزارت د پولیو د واکسین ملی او فرعي کمپینونه هر کال دوی دغه دایر کړي دي او په راتلونکي هم زموږ دغه هیله ده چې دوی دغه کمپینونه خپل نور هم زیات کړي تر څو زموږ ستاسو دغه ګلادي ماشومان چې عمرونه یې د 15 کلو څخه کم وي دوی واکسین او د پولیو لا علاج ناروغۍ څخه خوندي وساتل شي. معاون اداری ریاست الوزراء در این نشست آنلاین امنیت سراسری، منع کشت و قاچاق مواد مخدر، جمع‌آوری و درمان معتادان و پاکسازی امراض فلج اطفال را از دستاوردهای امارت اسلامی می‌داند. شیخ شهاب الدین دلاور وزیر مدرن و پترولیم با مراد امانوف رئیس اجرایوی پروژه تاپی و خواجه ایوازوف سفیر ترکمنستان در کابل دیدار کرد. وزارت مدرن و پترولیم میگوید که در این دیدار رئیس اجرایوی پروژه تاپی در مورد آغاز کار عملی پروژه تاپی در آینده نزدیک خبر داده افزود که تمام امور این پروژه مطابق به پلان قبلی عملی می شود. از سوی دیگر سفیر ترکمنستان با ارائه معلومات در مورد سفر اخیر هیئت افغانستان به این کشور گفت که در آینده نزدیک هیئت از ترکمنستان به ولایت هرات سفر خواهد کرد. وزارت امور داخله آمار می‌دهد که در 6 ماه اخیر سال 1402 بیش از 8000 جرایم جنایی در سراسر کشور رخ داده که 7223 مورد آن کشف و در پیوند به آن 12540 مظنون بازداشت شدند. مفتی عبدالمتین قانی سخنگوی این وزارت همچنان می‌افزاید که 13 میلیارد و 174 میلیون افغانی از بخش توزیع پاسپورت، پروسه دایاک تصدی محافظت نامه و اهدای ویزه عواید جمع‌آوری کردند. محمود راسخ جزئیات می‌دهد. وزارت امور داخله در یک کنفرانس خبری در کابل میگوید که در 6 ماه اخیر سال 1402 بیش از 8000 قضایای جرمی در این وزارت ثبت شده که 7233 مورد کشف و 1525 مورد دیگر تحت پیگرد قرار دارد. مفتی عبدالمتین قانی سخنگوی این وزارت می‌افزاید که در این مدت 12540 مظنون نیز بازداشت شدند. در مدت 6 ماه به تعداد 8748 واقعات جرمی در سطح کشور نزد پلیس به ثبت رسیده است که از این واقعات تعداد 7223 مورد آن از سوی پلیس کشف گردیده و تعداد 1525 واقع دیگر آن زیر کار نیروهای کشفی قرار دارد. آقای قانی همچنان میگوید که آنان در نظر دارند تا در آینده نزدیک 3 مرکز توزیع پاسپورت را در زونهای مختلف کابل ایجاد کنند. در مدت 6 ماه تعداد 837000 جل پاسپورت برای متقاضیان توزیع گردیده و برای فراهم نمودن سهولت برای متقاضیان افزون بر خدمت در اداره مرکزی پاسپورت قرار است که در آینده نزدیک 3 نمایندگی ارزی خدمات پاسپورت در 3 زون شهر کابل گشایش یابد. سخنگوی وزارت داخله می‌افزاید که نیروهای سرحدی این وزارت 221 تن از مظنونین را در پیوند به قاچاق پول، طلا و مواد مخدر از بنادر و میدانهای هوایی کشور بازداشت کردند. 18 تن افراد اختطاف شده را از چنگ اختطافچیان آزاد نموده و تعداد 172 تن را در پیوند به جرایم اختطاف بازداشت نموده است. وزارت داخله آمار می‌دهد که بیش از 200000 تن از پلیس در چوکات این وزارت در قسمت تامین امنیت شهروندان کشور ایفای وظیفه می‌کنند.
مسئولان اداره تنظیم امور زندان ها میگوید 10% از قرضه های اتحادیه شرکت های تجارتی و سرمایه گذاران افغانستان را بعد از تثبیت قرضه ها که از نظام گذشته بالای این اداره داشتند را بر اساس فرمان زعیم امارت اسلامی افغانستان پرداخت نمودند. از سوی هم اتحادیه شرکت های تجارتی و سرمایه گذاران افغانستان با ستایش از تطبیق این فرمان از سوی مسئولان اداره تنظیم امور زندان ها پرداخت این قرضه ها را در چرخش اقتصادی کشور اثرگذار می دانند. نبی الله حسینی جزئیات می دهد. مسئولان اداره تنظیم امور زندان ها از پرداخت 10% قرضه های اتحادیه شرکت های تجارتی و سرمایه گذاران افغانستان خبر می دهد. رئیس الوزراء صاحب در فرمان مطابق چه پا تأمینات و تضمینات که در ملی تجاران و سوداگر و لس بیصد در زلی قرضه اجرا ورکی نومش خو خپل در امارت اسلامی در مشران و اطاعت سل پسل که ام سر تر سوالی دی الحمدلله امیر سو فیصله به عمل آمد تا 100% مقروضات های تضمیناتی 100% معاشات و 10% مصارفات اجرا گردد. بعد از طرف وزارت محترم مالیه برای اداره تنظیم امور زندان های افغانستان مکتوب فرستاده شد تا مقروضات های ذکر شده را اجرا نماید. با این حال مسئولان اتحادیه شرکت های تجارتی و سرمایه گذاران افغانستان می گویند این اتحادیه در نظام گذشته حدود 180 میلیارد افغانی را در بخش های تامیناتی، لوجستیکی، ساختمانی با 28 اداره دولتی و ریاست های مستقل بودجوی سرمایه گذاری نموده بودند. دغه جمله نشپیته میلیارد افغانی دی خصوصی سکتور په تولیدی، ساختمانی و تجارتی بخشونه که په نظام باندې پاتې وي دی هغه جمله نه لسل نه پیسې انوایسونه د امیرالمؤمنین د فرمان په اساس حکومت اوس دی باید په 402 کال کې اجرا سي. الحمدلله تاسو چې دغه موږ دغه پیسې اجرا کړلې دغه ولی موږ اجرا کړلې دانه دغه دی هر و دواس و یعنی تاسو داسې وګورئ چې اقتصادي مرګ و تاسو اقتصادي مرګ به تر مرګ را وګرځو د انسانانو پوز بندی کړل. مسئولان اتحادیه شرکت های تجارتی و سرمایه گذاران افغانستان از تمام ادارات دولتی و ریاست های مستقل که تا انوز با این اتحادیه تصویه حساب نکردن می خواهند تا در این راستا توجه نموده تا شرکت های تجارتی بتوانند فعالیت هایشان را بیشتر نمایند. وزارت ارشاد حج اوقاف احکام صدقه فطر یا سرسایه را در ماه مبارک رمضان اعلام کرد. در خبرنامه‌ای که سوی این وزارت به نشر رسیده گفته شده که سرسایه یا صدقه فطر بالای همه مسلمانانی که آزاد و دارایی دارند برابر به صدقه فطر می باشد واجب است. روزه سومین فرایض دین مبین اسلام است که با فرارسیدن این ماه مبارک بر مسلمانانی که آزادند و دارایی آنها به اندازه صدقه فطر می باشد واجب است. وزارت ارشاد حج و اوقاف در رابطه به احکام صدقه فطر یا سرسایه با توجه به مقدار و قیمت مواد خوراکی در شهر کابل گفته است که سرسایه در اوایل صبح روز عید سید فطر واجب می گردد که بهترین زمان پرداخت آن قبل از نماز عید فطر می باشد که همچنان پرداخت آن در جریان ماه مبارک رمضان نیز جواز دارد. در این حال تعداد از عالمان دین در رابطه با احکام واجبات و مستحقین سرسایه یا صدقه فطر چنین میگویند: چا ته چې زکات ورکولی شي هغه ته سرسایه هم ورکولی شي. د زکات په باره کې الله پاک فقرا او مساکین او عاملین دا ذکر کړي دي. فقرا او مساکین هغوی ته چې چا ته زکات ورکې نو هغوی ته سرسایه هم ورکولی شي. سرسایه از اجناس ادا می شود که مثلا گندم باشد یا آرد گندم یا جو و یا هم آرد جو و یا خرما و یا هم کشمش باشد. ما می تانیم که مثلا گندم بتیم یا جو یا خرما و یا هم کشمش، ولیکن فقهای احناف و مذهب احناف ترجیح داده و گفته که اگر انسان مسلمان قیمت ای اجناس بپردازد ای خوبتر و زیباتر است. با گفته عالمان دینی صدقه فطر یا سرسایه باید در جریان ماه مبارک رمضان به مستحقین داده شود تا آنها نیز برای عید آمادگی بگیرند. براندون کاسار مسئول فرهنگی سازمان یونسکو در افغانستان با مولوی عتیق الله عزیزی معین هنر و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ دیدار کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که در این دیدار یونسکو برای تطبیق برنامه استراتژیک ولایت بامیان سرو ساحات تاریخی زهاک، غلغله، استحکام منار جام و ساخت برج کیبلی و مهمانخانه به پایان رسیده و کار آن به زودی آغاز می شود. از سوی هم مولوی عتیق الله عزیزی از سازمان یونسکو خواست که برای استحکام و نگهداری از آبدات تاریخی که در معرض فروپاشی قرار دارند با امارت اسلامی همکاری کنند.
برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه میدیم. به هزینه 5.5 میلیون افغانی کارری سازی یک پل در فرا آغاز گردید. این پل که به هزینه مالی شرکت تجارتی بحر فرا ایمار میگردد، 5 ولسوالی را با مرکز این ولایت وصل میکند. میان 300 باشنده ولایت پکتیا از سوی قل اردوی 203 منصوری افطاری توزیع شد. مسئولان قل اردوی منصوری هدف از این اقدام را ایجاد اتفاق میان مردم و نظام عنوان میکنند. شاروالی لشکرگاه میگوید برزش 235 میلیون افغانی در سال گذشته 17 پروژه را تطبیق کرده که علاوه بر دروازه های ورودی این ولایت شامل احداث سرک ها، پارک و گلدان ها می باشد. کمپاین نهالشانی زیر نام شهر سرسبز از سوی ریاست شاروالی ولایت غزنی آغاز شد. مسئولان محلی غزنی میگویند قرار است در سال جاری در این شهر 28 هزار نهال جهت سرسبزی غرس شود. و یک باب مسجد در صحن ریاست زراعت و آبیاری و مالداری ولایت کندوز به بهره برداری سپرده شد. این مسجد به هزینه 1 میلیون افغانی از سوی ریاست زراعت در همکاری با تاجران و افراد خیر این ولایت ساخته شده است. بنیاد معارف ترکیه به مناسبت ماه مبارک رمضان مسابقه حسن قرائت قرآن کریم را میان صدها دانش آموز لیسه های افغان ترک در ولایت های مختلف کشور برگزار کرده است. این مسابقات در دو مرحله برگزار شد که در پایان به دانش آموزان برتر تحایف نیز اهدا شد. و گفته مسئولان 800 دانش آموز در این مسابقات اشتراک داشتند. ششمین دوره مسابقات حسن قرائت قرآن کریم بنیاد معارف ترکیه به پایان رسید. مسئولان هدف از برگزاری این مسابقات را تجلیل از ماه مبارک رمضان میگویند که حدود 800 دانش آموز لیسه های افغان ترک در این مسابقات شرکت کردند. این مسابقه از آغاز ماه مبارک رمضان آغاز شد و همه ساله بنیاد معارف ترکیه تحت نام نداء القرآن مسابقات حسن تلاوت را برگزار میکنند و این مسابقات به گونه مداوم به همین شکل ادامه دارد. از سوی دیگر مشاور امور دینی سفارت ترکیه در کابل اجاده برنامه های مشابه را ارزشمند میداند و تاکید دارد که باید در این قسمت توجه بیشتر شود. ایجاد چنین برنامه ها بسیار اهمیت دارد و باید در این زمینه تلاش زیاد صورت بگیرد. بر ما و شما لازم است تا قرآن کریم را با معنا و مفهوم آن بیاموزیم. در عین حال شرکت کنندگان مسابقه حسن قرائت میگویند که با ایجاد چنین برنامه ها بسیاری از جوانان قرآن کریم را میاموزند و برای خوانش تجوید آن ترغیب میشوند. این مسابقه در بین تمام مکاتب افغان ترک اول در سطح افغانستان برگزار شد. در بین مکاتب بعدا از هر مکتب در ولایات یک نفر انتخاب نمودن، بعدا در بین 9 مکتب یعنی 9 نفر مقام اول به ما دادند. امروز در این مسابقه نداء القرآن دور نهایی توانستم در بین مکاتب معارف افغان ترک در افغانستان مقام سوم را کسب کنم. بسیار خوشحال هستم. قابل یادآوری است که در پایان این مراسم با 9 دانش آموز برتر که در این مسابقات اشتراک داشتند جوایز داده شد. سرک سابقی قلعه فتلا الا چهراهی شهیدنگرو با طول 610 متر و عرض 16 متر از سوی شاروالی کابل به ارزش 11.5 میلیون افغانی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. شاروالی کابل میگوید دو پروژه دیگر سرک سازی را نیز در ناحیه سوم و ولسوالی پغمان افتتاح میکند. مسیح احمدی جزئیات میدهد. شاروالی کابل ادامه سرک سابقه قلعه فتلا الا چهراهی شهید هنگرا به طول 610 متر و عرض 16 متر را به ارزش 11.5 میلیون افغانی افتتاح و به بهره برداری سپرد. شاروالی کابل در مراسم افتتاح این سرک میگوید دو پروژه دیگر سرک سازی در ناحیه سوم و ولسوالی پغمان نیز افتتاح می شود. دو پروژه دی چه بهره برداری افتتاح کو. در دو پروژه سخه یو ام دغه کلای پتولا سرک ده چه دا دا دیر وقت سخه بندو کورونا پکشی کیو چه آقا گر سرای نخلاص اول. حسوی هم مسئول شرکت قرار دادی از مقاوم بودن این سرک اطمینان می دهد. سالور میلون دده افغانه دده بودی جاو شپک سو شپک متر عرض لری طول لری شپارس متر عرض لری او د دې سرک دواړو خواو ته مونږ پیاده رو او ویالې په نظر کې نیول شوی او چې هغه په ښه کیفیت. باشندگان محل هم از ساخت این سرک شادمانند. مشکلات تر از که یک سرک داشتیم او سرک و بیخی بند بود. سرک بند بود متراک و ازگاه متراز زیاد بود. از وقتی که سرک ایجاد شده واقعا که او سرک بیخی فرصت شده. یعنی بسیار جای خوشیست که
این سرک بسیار برای ما خوب شده، سهولت شده. این در حال است که شهرواری کابل کار مقدماتی امار سرک انتقالی کابل گلباغ را از ساحه قصر دارلمان الا کابل لوگر نیز آغاز کرده است. کار روی سه چکدم که اسای ریاست انکشاف دهات بلخ به منظور کاهش خطرات سیلاب و خشکسالی در ولسوالی کشنده این ولایت در سال پار آغاز شده بود، اکنون مسئولان محلی از تکمیل کار یکی از این چکدم ها در آینده نزدیک خبر می دهند. با این حال برخی از دهقانان در ولایت بلخ ساخت این چکدم ها را در مدیریت بحران کمابی مالداران و زارعین این ولسوالی مهم می دانند. پس از آغاز کار ساخت سه بند آبگردان کوچک به منظور تقویت منابع آب و کاهش خسارات سیلاب و خشکسالی در ولسوالی کشندی ولایت بلخ، اکنون مدیر انکشاف دهات این ولسوالی از بهره برداری یکی از این چکدم‌ها در آینده نزدیک خبر می‌دهد. پروژه‌هایی که از طریق خود ریاست انکشاف دهات که اینجا چیز تطبیق میشه، سه پروژه بود که در چکدم ها اینجا سروی گردیده بود. در تکمیل شدن این سه پروژه چکدم تقریبا هزاران خانه بهرمند میشه و از لک ها مال در اینجا از اینجا آب میخوره. مسئولین کشندی ظرفیت بندهای کوچک آبگردان در حال اعمار را 3 تا 9 هزار متر مکعب آب بیان نموده میافزایند. با تکمیل این پروژه ها مشکلات کمابی هزاران مواشی در کشندی مرفوع میشود. از طرف خود امارت اسلامی سه چکدم در اصوالی ما در نظر گرفته شده بود، فعلا یکشان تطبیق شده و از امکان داره که تقریبا 6000 فامیل مواشیشان از استفاده بکنند. برخی دهقانان در ولایت بلخ نیز ساخت این چکدم ها را در مدیریت باران کم آبی در مناطق دوردست مهم خوانده، از اجرای این پروژه ها استقبال می کنند. از این مردم هم استفاده کده می تواند و زراعت ما هم استفاده کده میتونه، هم برای زیر زمین ها که او چه ها او کم کده زمین ای او اگه باشه مردم از استفاده میکنه، از استفاده نمیکنه، ای هم برای مردم فایدهش میرسه. همین تو خوبیش هست که ذخیره ها باشه کلک جور میشه، ها ذخیره میشه، کشتوکار ها میشه، دیقان سسوده میشه که نباشی بیتر. در سال گذشته کار روی ساخت 5 چکدم در ولایت بلخ آغاز گردید و بر اساس اطلاعات موجود هزینه ابتدایی این چکدم ها حدود 20 میلیون افغانی تعیین شده است. شماری از عالمان دین در هرات بر انجام صدقات در همه ایام و خصوص در ماه مبارک رمضان تاکید کردن، میگویند با توجه به وضعیت مردم باید تمام ثروتمندان در کارهای خیر مخصوصا در ماه مبارک رمضان که ثواب انجام آن چند برابر میباشد سهم فعال داشته و دست نیازمندان را بگیرند. جمشید واحد جزئیات میدهد. ماه مبارک رمضان ماه مهمانی خداوند است. علمای دین به مردم و ثروتمندان توصیه می نمایند که در کنار انجام عبادات در این ماه متبرک دست فقرا و نیازمندان را نیز بگیرند. این عالمان دینی اظهار می دارند که بر مبنای دستور شریعت اسلام باید تجار و اغنیا مقداری از مالشان را به عنوان خیرات و زکات در بین مستحقان تقسیم نمایند. در ماه مبارک رمضان اگر مسلمان زکات خود پرداخت میکنه فرض است معادل با 70 برابر که غیر از رمضان پرداخت میکنه، و اگر در صورتی که صدقات از خیرات از مسائل عبادت از تسبیحات و اذکار اینهاست در رمضان برابر با یک معادل یک فرض میشه. همچنان عالمان دین صدقات و خیرات را در این ماه مبارک برای نیازمندان جزئی از عبادات میپندارند و میگویند باید با دادن صدقات و خیرات در این ماه مبارک دست نیازمندان گرفته شود. حتی در حدیث میآید که اگر برادر مسلمان برای برادر مسلمان دیگه خود حتی افطاری جور میکنه که او افطار میکنه، حال او به یک قطره آب باشه یا به شیر باشه یا به خرما باشه، الله سبحانه و تعالی مزد و پاداش همو روزدار به این شخصی که افطاری جور کرده عطا میکنه. با این حال شهروندان هرات نیز از اغنیا و تجار خواهان کمک و همکاری به نیازمندان در این ماه میباشند. خواست ما از اغنیا است که به برادران مستضعف خوب و برادران فقیر خوب کمک کنند. این جامعه ما حداقل 80% فقیرند و باید وظیفه اغنیا است که به برادر مستضعف خوب کمک کنه و دست از او بگیره، بخصوص به این شب و روزهای ماه مبارک رمضان. گفتنی است ماه مبارک رمضان ماه میمانه خداوند می باشد که مسلمانان جهان در کنار گرفتن روزه و عبادت خداوند با دادن صدقات و خیرات با نیازمندان کمک می نمایند.
همزمان با نزدیک شدن عید سید فطر برخی از خیاطان در ولایت بلخ با ابراز خرسندی از افزایش کارشان میگویند علاقه‌مندی مردم نسبت به سالهای گذشته به لباسهای سنتی افزایش یافته است. با این حال شماری از باشندگان بلخ میگویند استفاده از لباس ضمن تقویت و نهادینه ساختن فرهنگ خوب افغانی زمینه کار را برای دهاتن مساعد و مهیا میکند. اینجا کوچه خیاطان در شهر مزار شریف است که با نزدیک شدن عید سید فطر رنگ دیگری به خود گرفته است. برخی از آنان میگویند علاقه‌مندی مردم و مشتریان آنها به تهی لباس‌های محلی و سنتی با دیزاین‌های متنوع روند بازار این حرفه را بیشتر از پیش رونق فراوان داده است. خدا را شکر کاروبارا خوب است. امروز عید رمضان است. اکثر مردم لباس جور میکنند به خاطر عید رمضان. رمضان یک ماه رمضان است که لباس جور میکنم به خاطر عید. کارهای ما فضل خدا یک ذره زیاد است. شب و روز کار میکنیم. ان شاء الله کوشش میکنیم مردم از ما راضی باشند. بعض جوانان یادر که است بلمو من سندوزی است که میپد جان شما هم از سندوزی است. دیگر یخن کامپیوتری است و این صدا میپوشند. اما زیادتر مردم همین پاکستانی چاکدار و چپ یخن قاسمی نو لباس همیشه رواجی است. با این حال شماری از باشندگان بلخ میگویند استفاده از لباس‌های محلی که با دستان ظریف خیاطان تهیه می‌شود ضمن تقویت و نهادینه ساختن فرهنگ خوب افغانی زمینه کار برای دهاتن مساعد و مهیا می‌نمایند. برادران مسلمان خواهش می‌کنم که همین کشور خودمان را چیز تغییرات نده. همین کالای وطنی، همین خاک، همین وطن خودمان. از مردم تقاضا داریم که همین فرهنگ ما را زنده داشته باشند و از فرهنگ‌های غربی استفاده نکنند. پوشیدن لباس‌های محلی و سنتی نقش مهم و ویژه در پاسداری از هویت اجتماعی و فرهنگی مردم شمال و افغانستان در روزهای عید به شمار می‌رود. و حال همچنین خبر از خارج از کشور.